با درود به بینندگان برنامه مانگا و اهورا. چندین برنامه پیش میخواستیم درباره تخت سلیمان سخن بگوییم، ولی خب نشد و برنامه به اینجا کشیده شد. تخت سلیمان نام این مکان است که در نزدیکی تکاب قرار دارد. تاریخ نویسان درباره تخت سلیمان داستانهای گوناگونی گفتند و میگویند نام این مکان چیچست بوده یا مثلا شیز بوده، نامهای گوناگونی میگویند. ولی خب اگر نام این مکان شیز بوده است، پس چرا بهش میگویند تخت سلیمان؟ تخت سلیمان هم تنها نام این مکان نیست که در تکاب است، در نزدیکی تکاب است. به این مکانی که در کشمیر هست، به این هم میگویند تخت سلیمان. تاریخ نویسان درباره این تخت سلیمان داستانهای گوناگونی گفتند و میگویند که یونانی ها به اینجا یورش بردند و رومی ها به اینجا یورش بردند. ولی چرا تاریخ نویسان نام از یونانی ها و رومی ها میبرند؟ یکی از دلایلی که تاریخ نویسان از رومی ها و یونانی ها نام میبرند، پیدا شدن خط لاتین در ایران است. ولی خب خط لاتین تنها در ایران پیدا نشده، در ایران کنونی، در عراق هم پیدا شده، در سوریه هم پیدا شده، در ترکیه، افغانستان، هندوستان، در این جاها هم پیدا شده. به همین خاطر تاریخ نویسان چون فکر میکنن که خط لاتین را یونانی ها اختراع کردن و از طریق یونانی ها وارد رومی ها شده، در نتیجه فکر میکنن که یونانی ها و رومی ها به ایران یورش آوردن و داستان های گوناگونی هم گفتن. مثلا میگویند که 2000 سال پیش رومی ها به تکاب، به همین تخت سلیمان یورش آوردن. خب روم کجا و تکاب کجا؟ اصلا چه دلیلی داشته به اینجا حمله کردن؟ خب برای این هم تاریخ نویسان دلیل آوردن که آره اینجا نمیدونم پایتخت چی بوده و چی بوده، در نتیجه رومی ها به اینجا حمله کردن. ولی خب همین پیدا شدن خط لاتین در ایران است که تاریخ نویسان چنین فکر کنن که رومی ها به ایران حمله کردن. و میگوین وقتی که رومی ها به تخت سلیمان حمله میکنن، به ایران حمله میکنن، با فرهاد چهارم که اون موقع پادشاه اشکانیان بوده درگیر میشن و فرهاد چهارم رومی ها را شکست میده و از اینها هزاران اسیر میگیره. و رومی ها برای اینکه فرهاد چهارم اسیران را، سربازان رومی را آزاد کند، از روم یک کنیز برای فرهاد چهارم میفرستن و فرهاد چهارم هم در ازای این کنیز اسیران رومی را آزاد میکند و با این کنیز ازدواج میکند و نام این کنیز هم موزا بوده است. یه سرتندیسی در شوش پیدا شده، میگن این سرتندیس موزا است. حالا ما تا اینجا فرض کنیم که تاریخ نویسان درست میگوین، ولی خب این سرتندیس و این سرتندیس که بهش میگن اون کنیز رومی بوده است، این سرتندیس رو ایرانی ها درست کردن، رومی ها که درست نکردن. و وقتی که ایرانی ها درست کردن، پس بایستی به ایرانی هم روی کلاهش بنویسن. حالا خط ایرانی هرچه بوده، میخی بوده، این هرچه بوده، ولی خب روی کلاه این به خط لاتین نوشتنش، همچنان که میبینی. و همین سبب شده که تاریخ نویسان فکر کنن که این سرتندیس سرتندیس کنیز رومی بوده و این داستان رو براش درست کردن. فرهاد چهارم با این کنیز رومی ازدواج میکنه و یه پسری به دنیا میره که تاریخ نویسان میگن اسمش فرهاد پنجم بوده است. ولی همچنان که در برنامه های پیشین گفتیم، این خط لاتین در واقع یکی از خطهایی بوده که ایرانیان باستان با آن مینوشتن.
ایرانیان باستان با خطهای گوناگونی می نوشتن. هر ایلی برای خودش یک خط داشته، ولی خب در گذار زمان چنین روی داده که برخی از خطها در میان بسیاری از ایلهای ایرانیان باستان جای بگیره و ایلهای ایرانیان باستان با اون خط بنویسن. خط لاتین هم یکی از اون خطهای ایرانیان باستان بوده است، مال نه رومی ها بوده است نه یونانی ها، از ایرانیان باستان وارد یونانی ها و رومی ها شده است. به هر حال ما از تاریخ نویسان میگذریم و به تاریخ خودمون میپردازیم. تاریخ خودمون هم خود واژه ها هستن، واژه ها بیان میکنن که چه بوده است. نام این مکان تخت سلیمان در واقع تخت سالیانه مانا بوده است، تخت که امروزه کوتاه شده شده تخت. معنی اصلی تخت یعنی هموار، کفی، صاف. اما ایرانیان باستان به معنی مکان هم از تخت استفاده کردند. برای ایرانیان باستان تخت که کوتاه شده شده تخت معنی مکان را هم میداد است، همچنان که همین امروزه برخی از روستاهای ایران نامش تخت است. مثلا در نزدیکی بندر عباس یکی از روستاها نامش تخت است، و یا در کردستان یکی از روستاها نامش تخته است که تخته می نویسن مثل تخته فارسی، ولی خب همون تخته است. و یا همین تخت با نامهای دیگری هم همراه شده، مثلا روستایی هست در نزدیکی اهواز که بهش میگویند تخت کاشان، در اصفهان هم هست، مثلا در کرمانشاه هم هست، روستای دیگری هست بهش میگویند تخت شیرین. تخت شیرین یعنی مکان شیرین. و از اینا گذشته واژه تخت خواب، تخت خواب امروز وقتی که ما اسم تخت خواب رو میشنویم یه چارچوبی با چهار پایه در ذهنمون مجسم میشه، تصویر میشه، ولی خب تخت خواب در واقع معنی جای خواب را میدهد. یا مثلا تخت شاه، وقتی که تخت شاه را میشنویم یه کرسی یا مثلا یه تخت در ذهنمون تصویر میشه که شاه روش میشینه، ولی تخت شاه در واقع یعنی جای شاه. حالا این جای شاه هر چه میتونه باشه، یه میز میتونه باشه، یه صندلی میتونه باشه، یه تخت خیلی بزرگ میتونه باشه، ولی خب تخت شاه در واقع یعنی جای شاه. پس برای ایرانیان باستان تختا که کوتاه شده شده تخت معنی مکان را هم میداده است. و اما درباره سالیانه مانا، سالیانه مانا را ما در برنامه های پیشین به خوبی روشن کردیم که چه سبب شده است که واژه سالیانه مانا پدید آید که سپس در گذار زمان کوتاه میشه میشه سلیمان. ولی خب برای بهتر روشن شدن این گفتار یک مثالی را میزنیم. اگر شما فرض کنید تو خیابان دارید راه میرید، به یکی از دوستاتون بر میخورید که چند سال ندیدیش، دوستتون مثلا ازتون میپرسه که چند سال هم دیگر رو ندیدیم، شما جواب میدید خب نمیدونین چند ساله، جواب میدید چند سالی هست که هم دیگر رو ندیدیم. حالا از من کرد اگه بپرسن، مثلا من کرد دارم تو خیابان راه میرم، یکی از دوستام که اونم کرده به من بر میخوره، از من میپرسه که چند سال هم دیگر رو ندیدیم، من به زبان کردی بهش میگم سالیان مانا، یعنی چند سال هم دیگر رو ندیدیم. البته با گویش های گوناگونی هم بیان میشه، مثلا یا مثلا میگویم سالیان مانو، یا سالیان منو، یا سالیان مند. اینها گویش های گوناگونن
ولی خب همشون یک معنی میدن، همون معنی سالیانا معنا را میدن. سالیانا معنا در واقع معنی اصلیش یعنی مانند سال هست، ولی خب اگه بخوایم به فارسی امروزه برش گردونیم یعنی چند ساله، همون معنی چند ساله رو میدهد. و همچنان که در برنامه های پیشین گفتیم، ایرانیان باستان در یک سرزمین بسیار پهناور کوچنده زندگی میکردن، ولی خب هر یک سال یک بار یا دو سال یک بار یا سه سال یک بار یا چهار سال یک بار این ایلهای ایرانیان باستان سه چهار ایل همدیگر رو در یک جا که اون جا رو میشناختن همدیگر رو دیدار میکردن. برخی از ایلها در جاهایی همدیگر رو دیدار میکردن که هر چند سال یک بار همدیگر رو دیدار میکردن، حالا شاید دو سال بوده، سه سال بوده، چهار سال بوده، هر چی بوده. و اون جایی که هر چند سال یک بار همدیگر رو دیدار میکردن به اونجا میگفتن سالیان امانه. و به اینجایی که الان شده تخت سلیمان، به اینجا گفتن تخت سالیان امانه. گفتیم که تخت در اینجا معنی مکان رو میده، سالیان امانه یعنی چند ساله، و منظور اینه که در اینجا هر چند سال یک بار ایلهای ایرانیان باستان همدیگر رو دیدار میکردن. و همچنان که میبینید این زمین تخت همواره، هم معنی تخت رو میده و هم معنی مکان رو میده. پس تخت سالیان امانه کوتاه شده، شده تخت سلیمان. حالا شما در نظر بگیرید مثلا ایرانیان 15000 سال پیش به این مکان میگفتن تخت سالیان امانه، ولی خب این واژگان در گذار زمان مثلا تا 2000 سال بعدش دیگه کوتاه شده، شده تخت سلیمان. ولی خب دیگه ایرانیان باستان 2000 سال پس از اون دیگه نمیدونستن که تخت سلیمان چه معنی میدهد، سلیمان چه معنی میدهد، فکر کردن نام یه فردی بوده است. از همین روی نامی میشه برای نامگذاری پسران، در حالی که سلیمان کوتاه شده سالیان امانه است. و اگه بخوایم به فارسی امروزه و ساده اینو برگردونیم یعنی چند ساله. حالا برای واژه سلیمان معنی کردن که مثلا یعنی عاقل و خردمند. چرا این معنی رو کردن؟ زیرا در داستان یهودی ها سلیمان نام یکی از پیغمبران است که عاقل بوده و خردمند بوده، و چون این پیغمبرشون عاقل و خردمند بوده در نتیجه فکر کردن که سلیمان یعنی عاقل و خردمند، در حالی که سلیمان یعنی چند ساله، کوتاه شده یه سالیان امانه است. در گویش کردی سلیمان میگن، سلیمان میگن، سلیمان هم میگن، هر سه تا گویشو میگن. و همچنان که در اینجا میبینید در نزدیکی این تخت سلیمان یک تپه هستش، روی این تپه سنگیه و این سنگ یک گودی داره، به این میگویند زندان سلیمان. حالا چرا بهش میگویند زندان سلیمان؟ خب اینم یه مسئله تاریخیه. وقتی که آیین یهود و این چیزا پیش میاد، خب سلیمان پیغمبر بوده، فکر کردن این داستان ساخته شده که اینجا جایی بوده است که سلیمان پیغمبر بوده و اینجا هم زندانش بوده است. همچنان که میبینید این یه تپه روش سنگیه و داخل این یه خود گوده، به اندازه 2-3 متری گوده، به این میگوین زندان سلیمان، در حالی که اصلا سلیمان شخصی به نام سلیمان و پیغمبری به نام سلیمان نبوده و اینجا هم زندانش نبوده. همچنین به این مکان هم که در تخت جمشید هست میگوین زندان سلیمان. البته برخی ها به اینجا میگوین که این آرامگاه کمبوجه پدر
کوروش بوده است، در حالی که اینم نه زندان سلیمان بوده نه آرامگاه کمبوجیه. اینها رو این تاریخ نویسان از خودشون در آوردن. از کجا دونستن که اینجا زندان سلیمان بوده؟ از کجا دونستن که آرامگاه کمبوجیه بوده؟ از خودشون داستان ساختن. ما باور کردیم. این که در تخت جمشید است درست همین است که در نقش رستم است و بهش میگن کعبه زرتشت. هیچ فرقی نمیکنه، فقط این سالم مونده و این ویران شده و فقط یک دیوارش مونده. اینا هر دوتاشون یکی هن. ما در برنامه های پیشین گفتیم که به این جور جاها ایرانیان باستان میگفتن مسایا جایدا، که در گذار زمان کوتاه شده، شده مسجد. این نه کعبه زرتشته نه هیچی دیگه، این مسجد بوده است که در برنامه های گذشته بهش اشاره کردیم. و این هم همونه، این هم مسجد بوده است و ویران شده است. من در اینجا این برنامه را به پایان میرسانم. تا برنامه آینده شاد زی، شادکام باشید.